مباحث درس دوم آرای های خطی یا linear array هست و در قسمت دوم از این درس میبینیم که چطور میتونیم این آرای های خطی را در حافظه نمایش بتیم و همچنین پیمایش آرایه‌های های خطی را با هم دیگه میبینیم و یاد میگیریم همانطور که قبلا اشاره شد ساختمان داده های دیتا, دیتا استرکچر به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم بندی میشه و برای نمایش دادن ساختمان داده خطی در حافظه در مجموع دو روش اساسی وجود داره یکی از روش ها با استفاده از آرایه هست که ما میتونیم از این استفاده کنیم و آرایه دیتا را در خانه های متوالی در داخل حافظه ذخیره میکنه و روش دیگه هم با استفاده از اشارگرها یا پیوند ها هست که البته ما میتونیم لیست های پیوندی یا لینک لیست را جور کنیم و دیتا را در داخل حافظه ذخیره کنیم که البته ای موضوع بحث امروز ما نیست و موضوع بحث ای چپتر ما آرایه ها هستن عملیات اساسی در داخل آرایه هایی که پیمایش هست پیمایش یعنی پردازش هر عنصر داخل آرایه شما هر عنصر را ملاقات میکنید ممکن است که بالا از یک پروسسی را یا یک پردازشی را انجام بدید حالا مثلا ممکن است شما یک عددی را به اضافه کنین یک عددی را از او کم بکنین ضرب یک عدد بکنین یا فقط دیتا از او را مشاهده کنین یا فقط دیتای از او را پرنت بکنین که اینی عملی را ما به نام پیمایش یا ترورس میگیم عملی بعدی جستجو کردن هست جستجو یا سرچ کردن در واقع شما میخواین که یک عنصر داخل آرایه را پیدا بکنید یا ای که مکان همون عنصر داخل آرایه را پیدا بکنید که این میشه با استفاده از ایندکس گذاری خود آرایه شما یک آیتم را پیدا بکنید مثلا بگین آیتم در خانه سفرم قرار دارد آیتم در خانه اول قرار دارد آیتم در خانه دوم قرار دارد یا ممکن است که آرایه دیتایی که شما میخواین اصلا داخل آرایه اصلا پیدا نشود از عملیه های دیگه ای که در داخل آرایه شما میتونین انجام بتین اضافه کردن هست شما یک عنصر جدید را به لیست خودتان یا به همون آرایه خودتان اضافه میکنید حالا ممکن است که این عنصر را شما در ابتدای لیست اضافه کنید در وسط لیست اضافه کنید در یک اندکس مشخص از آرایه اضافه کنید و که در انتهای آرایه ایده شما اضافه کنید عمل دیگه هم حذف کردن هست به عین شکل مثلی که شما در هر لوکیشنی که میخواین یک عنصر را اضافه کنید به عین شکل میتونید از هر لوکیشنی که دلتون بخواید یک عنصر را همونطور حذف بکنید عمله دیگه مرتب کردن هست مرتب کردن یا سورت کردن ما میتونیم بر اساس یک نظم خاص آرایه را مرتب کنیم ممکن است ما بخوایم که اگر یک آرای عددی داشته باشیم یا آرایه الفابتیک داشته باشیم ممکن است که ما بخوایم ایره از خورد به کلان مرتب کنیم یا از کلان به خورد آیتم های از را مرتب بکنیم عملی دیگه عملی ادغام یا مرج کردن هست شما ممکن است دو آرای متفاوت داشته باشید دو تا لیست جداگانه یا سه تا لیست جداگانه داشته باشید و آیتم های از اینا را با هم در داخل یک لیست ادغام بکنید مبحثی که در ادامه او را میخوانیم خود مبحث آرایه های خطی هست یک تعریف ساده از آرایه خطی را داده کتاب یک آرایه خطی لستی از ان یا تعداد متناهی عنصر داده همجنس است معمولا آرایه هایی که در لسانهایی مثل C, C++ و یا جاوا جور میشن آیتم هایش داخل آرایه همجنس هستند ممکن است کل از یا انتیجر باشم ممکن است کل از یا استرینگ باشم ممکن است کل از یا فلوت یا دبل باشه اون البته در یک سری زبان ها مثل زبان پی اچ پی این هم نیست شما میتونید داخل آرایه دیتا تایپ های متفاوتی را هم ذخیره زخ... بکنید زمانی که میگه یک آرای خطی لسی از ان یا تعداد متناهی عنصر هست به این مفهوم است این به این مفهوم است که شما هر تعداد عددی که هر تعداد انظر که خواسته باشین میتونین داخل آرای ذخیره بکنید و ای ان میتونه مثلا پنج باشد، ده باشد، صد باشد، یک هزار باشد و یا هر عدد دیگه ای باشد بنابراین این این میتونه تعداد های داخل آرایه را بر ما مشخص کنه. در قسمت چهار یک یک فرمول را شما میبینید یو بی منفی ال بی جمع یک یو بی یعنی آپر باوند ال بی یعنی لور باوند و اگر شما بخواید طول یک آرایه را به دست بیارید با استفاده از این فرمول به راحتی میتونید که این کار را انجام بدید در حقیقت آپر باوند آخرین المنت داخل آرایه هست یا کران بالا و LB یا lower bound همون کران پایین است یا کوچکترین اندیس یا ایندکس آرایه را ما به نام LB میشناسیم یا اولین آیتمی که داخل آرایه ذخیره شده بنابراین شما اگر بخواین که طول یک آرایه رو به دست بیارین با استفاده از این فرمول upper bound منفی lower bound جمع یک میتونین به راحتی کار را انجام بدین ما ایندکس گذاری را به شیوه های مختلفی میتونیم که نمایش بتیم یکی از روش ها ایندکس گذاری به این صورت است که در این قسمت شما میبینید A1 ای به این مفهوم که آیتم اول داخل آرایه‌ای که نامش A هست A2 ای دو آیتم دومی داخل آرایه‌ای که نامش A هست و به همین ترتیب AN ان یعنی انومین آیتم داخل آرایه و همچنین در های مثل بیسیک، فورتران یا پی شما میتونید با اینی نوتیشن آیتم های داخل آرایه را نشان بدین مثلا ا داخل پرانتز یک یعنی آیتم اول داخل آرایه یا که در زبان های مثل پاسکال با استفاده از براکت شما میتونید عنصر اول دوم یا عنصر انوم داخل آرایه را نمایش بدین در مثال اول از این فصل فرض کنید که ما یک آرایه داریم نام از آرایه دیتا هست و دارای شش تا عنصر هست اینی قسمت اگر دقت بکنید دیتا داخل براکت یک مساوی به 247 به این مفهوم است که عدد 247 را اساین کنین داخل آرایه که نامش دیتا است و این را در خانه اول از او قرار بدین در خانه شماره یک در ایندکس شماره یک قرار بدین در اینجا عدد 56 را در, در آرایه دیتا در خانه ایندکس شماره دو قرار بودیم. عدد 429 را همچنین در ایندکس شماره 3 آرایه دیتا و ال آخر البته در این کتاب ما میتونیم که آرایه ها را با این نماد ساده تر نشان بدیم عدد کاما عدد کاما و ال آخر در تصویر الف آرایه ها را به این شکل این آرایه دیتا رو به این شکل نمایش دادم. میبینید که اعداد را داخل خانه های متوالی ذخیره کردن و هر خانه رو یک شماره داده و یک شماره ایندکس را اینجا نشان داده البته در زبان های برنامه‌نویسی معمولاً این شماره ایندکس از صفر شروع میشه ولی حالا در این کتاب ایندکس, ایندکس گذاری را از شماره یک بر ما نشان می‌ده. به این شکل آرایه ها را به این شکل هم شما میتونید نمایش بدین خیلی تفاوت نمی‌کنه. عدد 247 میبینید ایندکس 1 است قسمی که در این قسمت مشاهده میشه عدد 247 در ایندکس شماره یک ذخیره شده و الی آخر مثال دوم رو دقت کنید در مثال دوم یک کمپانی است که موتر یا اتومبیل سودا میکنه و یک آرایی رو ما به نام اوتو داریم و در این آرای اوتو تعداد موترهای فروخته شده رو ثبت میکنیم از سال 1932 تا سال 1984 حالا در اینجا ما بعضی زبانها ها رو داریم که در این زبانها ها میشه ایندکس از شماره یک شروع نکنیم میتونیم ایندکس از هر شماره دیگه ای که دلمان بخواد شروع کنیم مثلا در این مثال بهتر است ما ایندکس از شماره 1932 آغاز کنیم در این قسمت دقت کنید آتوی کا یعنی تعداد موترهای فروخته شده در سال کاوم اگر در اینی آرایه نگاه کنیم لور باوند ما 1932 میتانه باشه و آپر باوند ما 1984 است و با استفاده از فرمول اول خود میتانیم که طول آرایه را قسمی حساب کنیم که 1984 منفی 1931 مسایبه 55 یعنی در داخل ازی آرایه که نامش آتو هست ما پینجا و پنج دانه عنصر داریم مثال دو از فصل چهارم این کتاب را دقت کنید میگه همون آرایه دیتا رو در نظر بگیریم اگر ما یک آرایه خطی شش عنصری داشته باشیم و یه اعداد هم از نوع اعشاریه باشه در زبان فورترن مثلا ما اینجا با این دستور میتونیم ذخیره کنیم ریل دیتا داخل قبض شش در زبان پی ال دیتا در زبان پاسکال ور دیتا و به این شکل ما میتونیم که آرایه ها را تعریف کنیم در اینجا اگر ببینید در این نوتیشن ما کران پایین خود را یک در نظر گرفتیم کران بالا را شش در نظر گرفتیم و در بین از دو نقطه میمونه به این مفهوم که این آرایه ما از خانه یک تا خانه ی شش را میشه داخلش دیتا ذخیره شود و همچنین <applause> در قسمت ب از این مثال ما همون مثال موتر اگر دقت بکنیم ببینید که نام آرایه را در زبان فورتران اینجا نوزده میکنیم 1932 کران پایین است دو نقطه میمانیم و بعد 1984 و یک از نوتیشن های خیلی جالب هست که شما میتونید با استفاده از این حتی بسیار راحتر شبه کد خود را نوشته بکنید یا مثلا اینی نمونه <applause> مبحث دیگری که در این فصل میخوانیم نمایش آراه خطی در حافظه هست قسم که دیدید شما یک آرایه متشکل از خانه های متوالی هست و هر خانه از خود داره یک آدرس است در داخل حافظه رم در اینجا یک مثال دقت بکنید لوکیشن <applause> داخل قوس ال ای کا این به این مفهوم است که آدرس عنصر ال کاوم در آرایه ال یعنی در حقیقت ما چی میکنیم اینجا عنصر کاوم را در آرایه ال لوکیشنش را پیدا میکنیم نکته خیلی مهم عناصری که در آرایه ال اینجا ال نام آرایه ما هست و از کلمه لینیار Array گرفته شده ببینید اگر ما بخوایم که دیتا رو در داخل یک آرایه ثبت بکنیم حتما نیاز نیست که آدرس همه خانه های آرایه را داشته باشیم و بلد باشیم فقط کفایت میکنه که ما آدرس بیس آدرس پایه یا آدرس مبنا را داشته باشیم آدرس شروع آرایه را داشته باشیم و بر اساس فرمول شماره چهار دو ما میتونیم که آدرس بقیه آیتم ها را در داخل آرایه محاسبه بکنیم در این اینجا بیس ال ای یعنی در حقیقت همون آدرس پایه یا آدرس مبنای ال ای به فرمول اگر دقت بکنید ما میتونیم که در آرای ال ای آدرس یا لوکیشن عنصر کام رو پیدا بکنیم فقط کافی است که آدرس بیس ال ای رو داشته باشیم ورد را داشته باشیم ایندکس آیتم کام را داشته باشیم و ایندکس لور باند خود را داشته باشیم در اینجا دبلیو تعداد کلمات هست حالا در مثال بعدی میبینیم که دقیقا دبلیو چی هست مثال چهار سر دقت بکنید در اینجا ما یک آرایه داریم نام آرایه آتو هست آدرس آغازی نزی در داخل حافظه رم 200 است مثلا نام آرایه گفتیم آتو هست تعداد کلمات را ما میخوایم ببینیم چند است ببینید به خاطر ذخیره کردن آیتم در ایندکس 1932 ما چهار خانه را در داخل حافظه رم اشغال کردیم خانه شماره 200 201 202 و 203 در حقیقت بنابر ای ما گفتم میتونیم که تعداد کلمات چهار است و یک آیتم خود را در ایندکس 1932 در چهار خانه از خانه رم خانه, خانه های رم میتونیم ذخیره کنیم اگر در اینجا دقت بکنید آدرس بیس 200 هست W یا تعداد ورد یا همون کلمات ما چهار هست و اینجا یک مثال داریم در ایندکس 19 34 از آرای آتو لوکیشن آغازین ما هست 208 ببینید دقت کنید ایندکس 1934 در آرای آوتو آدرس آغازینش چند است 208 به عین شکل در ایندکس 1933 در آرای آوتو لوکیشن ما چند است 204 درست به این مفهوم که آیتمی که در ایندکس 1933 هست در خانه 204 یا آدرس 204 از حافظه رم ذخیره میشه و چهار تا خانه یا چهار تا آدرس را در اینجا اشغال میکنم در اینجا اگر ما بخوایم که آدرس عنصر 1965 را پیدا بکنیم باز هم از همین فرمول استفاده میکنیم مثلا ما میخوایم ببینیم که لوکیشن ایندکس 1965 در آرای آتو چند است آدرس بیس را نیاز داریم تعداد کلمات را نیاز داریم ایندکس کام ما که در حقیقت اینجا ایندکس 1965 ما هست و ایندکس لور باوند آدرس بیس 200 است تعداد کلمات 4 است 1965 آدرسی است که ما نیاز داریم ایندکسی است که ما نیاز داریم و 1932 ایندکس آغازین است بنابراین آدرس شروع ما برای آیتم 1965 در داخل آرای اوتو 332 است پیمایش آرایه های خطی قسمی که قبلا برتان گفتیم پیمایش یعنی ملاقات کردن آیتم ها در داخل آرایه حالا ما میتونیم که عملیات مختلفی را در حین پیمایش بالای آرایه های خطی انجام بده در اینجا الگوریتم چهار یک را میبینید توضیحاتی را داده Traversing a linear array و در این قسمت توضیحات الگوریتم هست بر ما گفته که here LA is a linear array with lower bound LB and upper bound UB این بر ما میفهمانه که lower bound نامش LB هست upper bound نامش UB هست و اینجا باز توضیح میده میگه this algorithm traverses LA applying an operation process to each element of LA به این مفهوم که ما با استفاده از ای الگوریتم آرایه LA را ترورس میکنیم و بعد یک اپریشن یا یک عملی به نام پراسس را بالای از ای اپلای میکنیم بیم الگوریتم را ببینیم در استپ یک اینجا توضیحات الگوریتم هست initialize counter میگه شما به خاطر که استپیک را آغاز بکنید یک کانتر نیاز دارین و این کانتر را باید اینیشیالایز کنید یا قیمت اولیه بدین اینجا شما میبینید که کا دو نقطه مساوی ال به این مفهوم که اینمی کا کانتر ما هست و قیمت ال بی را اساین میکنم به قیمت کا و این از کجا میفهمیم از این کلمه ست بنابراین میگه که هر چی که در lower باوند است این رو اساین کن به کانتر کا. در استپ دوم میگه که استپ سه و چهار را تا زمانی که کا کوچکتر و مساوی به آپر باوند هست ادامه بده یعنی چی؟ یعنی کار اگر یک کانتر در نظر بگیرید ای کا تا قیمتش به قیمت آپر باوند نرسیده اینمی دوتا لین یا دوتا استپ سه و چهار اجرا شود عملی اول چی است ویزیت Element می که ملاقات کو المنت را اپلای پروسس یا همون اپریشن که به نام پروسس است بالای آرایه ال آ ده خانه کامش اپلای بکن استپ بعدی کار میگه یک واحد افزایش بده کا اساین کو برش کا پلاس را یعنی که قیمت کار یکی اضافه کو و بعد ایره به خود قیمت کا اضافه کنید و ایره تا چی وقت انجام میتوره ما ایره تا زمانی که کا کوچکتر مساوی به چی باشد آپر باوند باشد و استپ پنجم هم اگزیت است و الگوریتم ما در قسمت خلاص میشه به خاطر فهم و درک بیشتر و بهتر ما میتونیم که یه الگوریتم را قسمی که شما در تصویر میبینید به شکل خلاصه نوشته کنیم